و اما در ایراد چهارشنبه سوری در شهر باستانی ایراد که به کشور ایران نزدیکند و مردمان ایشان در سالهای اجرت به کشور ایران پناه برده بودند، برخلاف سایر ولایات جشن چهارشنبه سوری برپا می شود. به این ترتیب که در شب چهارشنبه آخر سال بعض خانواده ها آتش روشن می کنند و دختران دم بخت از روی آن می جهند و کوزه پر آب را از پشت بام خانه به بیرون پرتاب می کنند. یعنی به این گونه روشنایی را به خانه می آورند و کدورت زمستان را با آب می شویند. هرچند در سایر ولایات افغانستان چهارشنبه سوری رایج نیست، اما در روز نوروز برای روز نوروز یا اول حمل که سال نو تحویل می شود، از یک ماه پیش تدارک گرفته می شود. به این معنی که بعض خانواده ها سبزه می اندازند و گندم یا عدس و یا جو را در بین بشقاب یا بروی کوزه با آب مرطوب می کنند و می گذارند تا روز نوروز سبز شود. در آن روز آن را روی سفره هفت سین با سیب، سیر، سنجد، سمنک یا سمنو، اسپند و سرکه می گذارند تا سال آینده پر از لطافت و شادی و خوشبویی باشد. بعد از نوروز هم زنها چهارشنبه اول سال و روز سیزده نوروز را به نام سیزده سفر به تجلیل می نشینند، به ویژه که دختران دم بخت به سبزه‌زارها روی می آورند و با گریز زدن سبزه بخت خیش را می آزمایند و مراد می خواهند و به سبزه می گویند زردی من از تو، سبزی تو از من. و اما سنت های نوروزی. از سالها به این سو در شهر هرات میله های تخت سفر رواج داشته است. تخت سفر تپه است در شمال شرق شهر هرات که در دامن آن از گذشته پارک های تفریحی وجود داشته و در دوران جنگ از بین رفته بود. خوشبختانه حالا زیباتر از گذشته احیا شده است. مردم یک ماه پیش از روز نوروز خیمه و خرگاه میوه فروشان و سماواری ها، چایخانه ها و هتل های خود را در دامن تخت سفر رحل اقامت افکنده و هر روز جمعه مردم هرات همراه فرزندان خردسال خود از صبح تا شام در آنجا به گلگشت و میله می پردازند و کودکان با انواع وسایل تفریحی چون چرخ فلک، از پای گردن چوبی و غیر سرگرم شده و شادی می پردازند. در این اواخر روز اول سال به نام میله نهالشانی نیز تجلیل می شود، آنگونه که اراکین و بزرگان شهر در ورزشگاه شهر جمع می شوند و از نمایشات پهلوانی
اسب دوانی، نیزه‌بازی و رژه ایوانات اهلی دیدن می کنند. روزهای نوروز برای تمام مردم افغانستان جشن شادمانی و سرور است، به خصوص کودکان و زنان در این ایام به تفریحگاه‌ها و تفرجگاه‌ها می روند و عموم مردم از مسابقات مرغ جنگی، گاو جنگی، نشان زنی، تخم جنگی، تا شتر جنگی، پهلوانی، اسب دوانی، گاو دوانی، کپ جنگی، کاغذ پرانی، بازکشی، آوازخوانی، اتن میلی، نیزه بازی و امثال آن دیدن می کنند. شاد و موفق باشید. خدایا، خداوندا، با برکت امین نظر پاکت، با برکت این نظر سمنک، فیض برای نیک دایت کن. Come on, I-